بگم آقا جون. خلاصه مطلب هر چی بگم کم گفتم. یکی حاضر تمام زندگی و دار و ندارش بده و صاحب یه دونه بچه بشه، اون اخما یکم مثل ما نمیدونه از زور بچه چه خاکی تو سرش بریزه، همینطوری تو حیات ویلو. آقا جون باور کن مصیبتی شده، همچی تکون میخوری یا شکمش اومده بالا و یه نوخور دیگه اضافه شده. جلوگیری؟ جلوگیری کن داداش. من جلوگیری میکنم، اما درد من که یکی دوتا نی، این آخری رو میبینیم. من فقط از کنارش رد شدم که شکمش این بادکنک زد بیرون. شوخی میفرمایین؟ بنده هزار جور مطلب خشخاش گذاشتن، هر رقمش، هر فرمش، اما از بچه هیچ خبری نشد که نشد. چه نجابتی، چه نجابتی، چه ارتباطی داره؟ خیلی هم مرتبطه. ای من که سردر نمیارم. خدا کنه هیچ وقت سردر نیاری. خب حالا چیکارا کردی؟ هزار جور دوا درمون کردیم واسه خاطر این که دلمون واسه یه پسر کاکل سر یه توپل پپل یه ریزه شده. ما این توپل مپولا و کاکل زریان تا دلت بخواد داریم، از هر رنگش، از هر فرمش. باز چی داری ولغور میکنی؟ دارم از وفاداری و نجابت تو واسه آقا تعریف میکنم. خب پس بکن. میگه بکن، تعریف خوشش میاد. خب حالا دوا درمونت به کجاها کشیده؟ والا به تای خط رسیده، هرچی باشه امروز دیگه معلوم میشه. آره دوستش داری؟ کیو؟ زن تو میگه. میگه خب معلومه میمیرم براش، کشت مردشم، اون تنها کسیه که تو زندگی دارمش، فقط یه بچه، جای یه بچه میونمون خالیه که اونم به امید حق یا بابون هوای چی.
سلام آقا. سلام. سلام. به به، سلام به روی ماه. آخه خب ببینم شیرالی اومده کلیده بگیره بره فروشگاه رو باز کنه یا نه؟ نه نه نه، با همه شریک دارن، ما هم شریک داریم. حالا خودت عصبانی نکن سر صبحی. کدوم سر صبحی؟ لنگ زور شده اما مرده که هنوز کپه مرگش گذاشته. لبلبه من، لبلبه جون، مرگ من اون لبه رد کن بیاد. خیلی خوب، پس لوچه رد کن اقلوخ جون. اوخ جون، جدن که اوخ جون، جون 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 جدنم لبلبه توی نه لبون افریده میاد ماش کنی یه من اختوف مینزه حالم به هم خود جان تو. لبلب من، لبلب تو، به باقالیشم اصلا کار نداری. نه نه گوش نگی، جون نگذاری. نرگس خانم چایی حاضره. آسه باش، مگه نمیبینی دارم تو خواب مچشم میگیرم؟ نرگس خانم تو خواب دیگه بیچاره رو راحت بذاری. خفه شو، بذار ببینم اون زنی که کیست. نرگس، بیا با من وفا کن. راستی که قربون اون لبای دوبر برگشتت برم، هم ور برگشته بالایی هم ور برگشته پایینی. چون فکر نمی کنم خداوند هیچ زنی مثل تو آفریده باشه و درست کرده باشه. اوخ جون، راحت شدی نرگس خانم؟ دیدین داره قربون صدقه شما میره. به تو بلند حرف زدی، اونم بیدار شد. دست اینه که داره کلک سوار میکنه. دی بله دی بله، به جون مادرت اگه من بیدار شده شما خوابم تو کفن کردم خوابم، هیچ کلکم تو کارم نیست. حرفا میزنه کی میکشی؟ کی؟ سلام علیکم. قربونت برم شطور مرغ عشق من؟ تو کی از قفس پرپر زدی قربون اون لولوچه بش خوابید برم؟ اولاً دش خر خودتی آ قربون عمت بری. دویومن دش دیشب کدوم سیمون ما رفته بوده پده سوخته؟ آخه ببینم من و سیب نما دی. آره تو حتماً هم رفته بودی فیلم فارسی و سسک آبوشتی هنخ کرده بوده که اینجور تو خواب آب از لک و لوچت آویزون شده بود پده سوخت الوا. من آویزون شده بود؟ تو برو بیرون چشم گوشت باز میشه. آخه تو که بهتر میدونی من اصلا سس بازی بلدم بکنم. تا تو سرت نزدم بگو ببینم کدوم یکی از یه آرتیس های سسکی توش بازی میکردن تا برم چی بود؟ تو بودی عشق من. به گور پدرم میخندم دیگه خواب ببینم مرگ تو. فقط تو رو میبینم من. فقط تو البته جنابالو به اضافه علنگواتو. شیرالی یا ارحم الراحمین، چرا زودتر صدام نکردی؟ برو که خدا رحمت کرد، زود باش برو جوابشا بده. آخ خدا تو شکر. خدایا شکرت که من عاجز کور ره. شیرالی دست چولاخ شزن. شیرالی تو سرم که سلامت کو پسر. سلام علیکم. علیک سلام. بازم که تا لنگ زور کپه مرگتو گذاشتی. کپه مرگ کدومه؟ من همیش 3 ساعت پیش بلند شدم جان شما. ناشتایی من خوردم، لباسام هم پوشیدم، تو سریم هم خوردم، الان هی حاضرین بکشم بالا دیگه، حاضر سر حالم. سر حال بودن تو سرت بخوره. چرا هنوز نرفتی در فروشگاه رو باز کنی؟ ببینم امروز هم من باید دارم لاشو وا کنم. ره مگه دیروز کی وا کرد؟ من خودم وا کردم. پریروز کی واز کرد؟ پریروز هم من خودم رفتم وا کردم. خب خش شیرالی، تو تمام هیکلا هیکل کی سالارتر از همه است؟ معلومه، هیکل جناب عالی. خب تو تمام هیکلا هیکل کدوم پزملوکی کج و کولتر و بدوارتر از همه است؟ پزملوک؟ این وره درگاه فقط منم دیگه. 90% سهم فروشگاه مال کیه؟ پیشکش جناب عالی، یعنی مال حضرت عالیه. اون 10% تموندهش مال کدوم کر بازیه؟ مال بنگست 90% جنگ. خب پس بپر در فروشگاه رو واز کن، خدا رو هم شکر کن. بشه خب اخش اوش. خدایا شکر. اخش
خیش. سلام. سلام. سبک بز پاکن. پاکن. سبک باز با کفشه گلی اومد تو. یعنی تو اینجا سپوریم یا شریکی؟ چی داری؟ بله جناب 90%. 10% در خدمتی. بگوشه. مدل اون ماشین چنده؟ کدوم ماشین؟ اون ماشین 92. تابلوی بالاش چنده؟ بالاش این 47. اون یکی چی؟ اون که 26 دیگه معلومه. تابلوی بالاش چی؟ 12 است. چطور مگه؟ کسی به نظر دوازی نمیاد؟ نه به نظر من که عوضلی نمیاد. هی کار خودت چطور؟ نه اون مغز بوگندو چطور؟ نه مغزم هم نمیاد. آخه من چقدر واسطه اون بیشوری تو رو بدم کل پوک؟ این دفعه خودم تونش میدم، دفعه دیگه شما بدید. لاکردار با مال خودمون هر چی میکنی هیچی. جواب مردمو چجوری باید داد؟ بزنم تو مغز سرت؟ نه تو رو خود امروز نزن. آکل تا صبح دلت بخواد اینقدر زد تو سرم که نگو. آخه حقته، چرا حواستو جام نمیکنی؟ مگه خیال میکنی اون زنی که واسه من رفیق میذاره؟ دندت نرم شه که اون پولاش چشاتو کور کرد رفتی باش عروسی کردی. بله ولی اگه باش عروسی نکرده بودم اون وقت 10% فروشگاه رو کجا میآوردیم؟ ببخشی یادم نبود که آقا مهریه گرفتم. دور دور آخر زمانی دیگه قربونت برم. مساوات زن و مرد پس چی می غیر اینی؟ خب دیگه برو پیکارت برو ببینم. خب میرم پیکارم ببین. حالا تو معقولاتم دخالت میکنه. آه شیرانی شیه شیه و زهر مار. خیلی خوب حالا که همچیشو شیرانی نیه. شیرانی این دیگه چیه؟ اون یه پاکت نامه است. کور که نیستم دارم میبینم. برو پیکاره. خیلی خوب میرم پیکارم. آورده برد در آورده. بیا برو بیا برو. سلام به روی ماهت فور جونم. فرهاد عزیزم امیدوارم که حالت خوب بوده و در کمال سلامت بوده باشی. باری اگر از احوالات این جانب خواسته باشی سلامتی حاصل و ملالی نیست جز دوری شکل ماهت که آن هم به زودی زود برطرف شده و دیدارها تازه خواهد گردید. البته امیدوارم که تو پل مپل مامانی خودت را شهناز خوشگلت را و اون روزها و شبهای فراموش نشدنی مشترک من را از یاد نبرده باشی. باری به هر جهت چون دلم بی اندازه برای تنگ شده سه شنبه ساعت 10 صبح با اتوبوس لوانتور وارد تهران می شدم. باقی بقایت جانم فدایت. خیش خیش من بیشتر شیرالی جون باید دیدین جون از کجا میخوره؟ از چشمه میخوره؟ میگم که تو دیگه خسته شدی برش من واسط پاک کنم. ببخشین جناب 90% آفتاب از کدوم طرف در اومده اولا بفرمی؟ مگه نه این که ما شریکی؟ خب بله منتها 10 به 90. مگه نه این که ما رفیقی؟ اخ قربونه اون رفیق گفتنه دارم تا حالا به من نگفته بود رفیق قربونه تو. پس من اینجا رو تر تمیز میکنم در عوض تو یه دونه از اون ماشین خوشگله رو برد و برو بیرون هم یه گشتی بزن که دلت واسه هم یه دختر توپل موپل مامانی رو سوارش کن و ببرش تو یه هتل بخوابونش باشه؟ بخوابونم بخوابونم. خب بله معذرت میخوام با ما شوخیت گرفت جناب شرکه. نه شیرالی راستش بیچاره شدم. بیا تا بهت بگم چه خاکی به سرم شد. خدایا به خیر کن بیا. نکنه باز تو سری موسری منتظرم باشی. خب حالا برو پشت اون میز بشی. جون شما نفهم چه دم در خوبه. خواهش میکنم من شرم و حضورم میشه. برو بشی پشت میز. وقتی که من بهت اجازه دادم دادم. برو بشی پشت میز ببین چی کار کردی. پس برم پشت میز. برو پشت میز. بشی ولی من 10% بیشتر نمیشینم. 90% میذارم رو میز. بشی پشت میز. بشی پشت میز. چشم. خب حالا اون نامه رو بردار بخون تا بفهمی چی به چی. این نامه رو بردارم آره. بخونم تا بفهمم که چی به چیه. چشم با اجازه. آره بخون با اجازه. اجازه اینطوری فرمزه.
وای خاک به توزرم شد. ببینم حال شما چرا مثل بیدی مجنون میلرزی لغوه گرفتی؟ آخه خنگ خدا، هیچ میدونی اگه پاشو بذاره تهرون و اون وقت زنم منو با اون ببینه چه رسوایی به پا بشه. خب منظور از غرض بنده اصلا به بنده چه مربوطه آقا؟ بله آقا جسم خوبه؟ پشت میز؟ ببین دختر اینقدر خوشگله، اینقدر توپله، اینقدر ماماله که مرگ من مرگ تو اوخو جون اگه ببینیش هوش از سرت میپره، یه غری یه عدایی که نگو مرگ من مرگ تو. ببینم حالا جون من راست میگی؟ میگم تو رو کفن کنم اگه یک کلومشو دروغ گفته باشم. ندیده قش میکنی. یالا بپر برو گاراژ که امروز سشم از تو نستی که ساعت درم قربونه درم دایی فدات بشم که اینقدر بفکر منی. بس من رفتم امروز خوش باشم. برو خوش باش، برو زمین ها رو بشوری. خیلی خواه قربونه درم خوش باشم. بلی نخی بس برم روشن کن. ده چرا برگشتی؟ سلام سلام. میدونی الانی که داشتم میرفتم یه فکر عالی فرو رفت اینجای مخ. مرگ من مرگ تو. میدونی فکر کردم اگه اون آکله من تو خیابون با اون تو فلمو بوله. مرگ من مرگ تو میگم. اما فقط یه آشغالی تو کاریم. دیگه چه آشغالی تو کاره؟ یا خیلی میدونی که اون یه بچه داره. بچه؟ اما قول داده که همه دار و ندارش به اسم من بکنه، ولی هنوز که هنوز این کارو نکرده. اینی که اون تو فلمو بوله که قرار بود مال من باشه مال خودت باشه، مال من نباشه. صرف اینه که همون آکله مال من باشه. ما همون یه لقمه نون که از 10% زمین شوری در میاریم واسه همون کافیه. با اجازه شما دیگه بنده میرم به زمین شوریم برسم. با اجازت قربونت برم. روی خدافیز. خودم نفهم چی گفت. شیرعلی بگه خواهد تو سر بی ارزاد کنم. باش بز بکن. نه تکون نخون، همطوری که وایسدی وایسا. چی شده مگه؟ بعدم واسهت میگم، خوب گوش کن. اولندش باید طوری وانمود کنی که اصلا مخلص تو نمیشناسی. خوب دوماندش هرچی بهت گفتم مو به مو انجام میدی. حالیته؟ آره، اما اقلا چمیدونمو بگیر که خیلی سنگینه. اوزا خیت حرفشم نزن. خیلی خوب، باز چی کار کنم؟ گلوی در یه پونتیا که تلایی رنگ وایسده سوار میشود دیگه من جات تکون نمیخوری تا حاجیت بیاد. خیلی خوب بابا، خیلی خوب. آرتیست بازی ها واسه چیه؟ آخه زن خدا تو شکر، هیچ میدونی با اومدن چه بلایی داری به روزگارم میاری؟ ای روزگار، میبینی؟ حالا که فهمیده خاطر خواه شدم واسم گذاشته تاخچه بالا. تاخچه بالا کدومه؟ خاطر خواهی دیگه چیه؟ من زن دارم، من بچه دارم. تو که گفتی فقط زن داری؟ خیلی خوب، حالا بچه هم دارم، مگه چه عیبی داره؟ ببین، زنت مال تو خونه است و بچه داری؟ منم مال دادره. نه چرا، برو کنار، برو کنار. من که نخواستم شوهرم بشی که اینطور دست پاچه شدی. خیلی خوب، نه چسبون خودتو انقصه به من. خیلی خوب تو هم، حالا کجا با این عجله؟ اولندش باز یه هتل موتوری باست جور کنم، دوماندش ببینم چه خاکی باز به سرم بریزم. دیلم باست یه ذره شده. بیلم کن بابا، من دیگه باز برم دیرم شده. کجا بری؟ اونم به این زودی؟ من تازه از راه رسیدم، نمیذارم بری، نمیذارم. آخه منم کلی کار و زندگی دارم که بدش کردم اومدم. حالا چرا همچی میکنی؟ چرا اینجا رو چسبیدی به کدختم؟ بگو تو. تو اوه جیگره تو. پس یه دقیقی بشین که اومدم. بشین دیگه. من باز برم فروشگاه، تو بری امروز وقتشو ندارم. تا خودتو شارژ کنی اومدم. شارژ؟
نگاهم چی میکنی خانم؟ نه یه جلو میترسم. چی رو نه یه جلو؟ یا خدا تو دیگه خاطر خامن نیستی مگه نه؟ من که بهت گفتم من دیگه زربچه دارم، من دیگه نمیتونم، یعنی نمیتونم با تو باشم، نمیتونم. تو خیلی بدی، دل آدم رو قاب میزنی، بعدش هم میزنی به چای، بعدش هم میگی گذشته ها گذشته. آخه مگه میشه؟ حالا اینقدر خودتو به من نمار، برو کنار. نه خیر، ولکن نیست. چرا همچی میکنی؟ دستمو ولکن، دستمو ولکن، بو میگیره. چی؟ بو میگیره؟ بوی عطرتو میگیره، بوی تنتو. آها، بذار بگیره. اوه، راساسی گرفته؟ حالا جواب زنمو چی بدم تو خونه؟ اونو ولش، دمو داشته باش. چی رو؟ واکن بینم چیه؟ دوباره چرا باز میکنی؟ دادر یراق میشی؟ بیا بینم، برکن کمره، بیا جلو، میگم کمره برکن، من دیگه نمیتونم، من سر بچه دارم، نمیتونم با تو باشم، بگم کن. خیلی خوب، من دیگه باز برم، عوضش فردا شریکمو با ماشین میفرستم تا ببرت تو شهر یه گشتی بزنی. پس میدونی چیه؟ میشه چیه؟ تو پول خورد دنبالت داری؟ ها؟ پول خورد؟ پول خورد واسه چی؟ آخه وقتی داشتم میامدم اینقدر هول بودم یادم رفت دست چکمو دنبالم بیارم. نه خیال کنی من از اونا شما. خیر خوب باشی، بهت میدم، اما دفعه آخرت باشی. بگو تو. گرمش در نگیاد خونه. نه حالا که بود چی میشه؟ مگه نمیخوای بیای سر میز؟ چرا، اومدم. میره بازم. بالاخره میایی یا نه؟ اومدم. چیه؟ چرا زل زدی به من؟ تو داری چی کار میکنی؟ من داشتم چیز میکردم، یعنی داشتم این میکردم، آره، یعنی این میکردم. خودو؟ چی؟ هیچی بابا، همینطوری عرقی. تو هیچ معلومه چی داری؟ من چه؟ آره تو. من چیزیم نیست. مثل مرغ سرکنده داری پر و بال میزنی، تازه میگی چیزیت نیست. حالا دیگه ما مثل مرغ شدیم خانم. ببخشین آقا خروسه، حالا واسم تعریف کن چرا داری هی دستاتو ازم قایم میکنی؟ دستامو قایم میکنم؟ آره دستاتو. آخه چرا من باز دستامو قایم بکنم؟ چرس کنم والا، منم میخواستم همینو بدونم. بیا دست اصلا گرفتمش. خب حالا میخواد چی کارش کنی؟ بی تو چه مربوطه، مال خودمی. آخه آی مردم خدا، چقدر گشنمه. نه صبر کن، من میذارم دهنی. تو میذاری دهنی؟ آره. بذار بیا. آوردی خدیجه بذاریش بکش. خب مرباش چطوره؟ حرف توش نیست، محشره، با لبای آدم بازی میکنه. خونگی؟ دستپخت خودته به؟ نه، دستپخت مادرمه، مخصوص تو پخته. چقدر بیمزه است. مگه مادر ترونه؟ مادرم؟ آره، مگه قدقن نکردم که پاشو تو تهرون نسره؟ اون که تهرون نایمده، مربا رو از شیراز فرستاده. ساعت خاک رو به کجاست؟ تو آشپزخونه. نگفتم بهش نگین خانو، آخرشم دعوا مرافعه این دوتا منو دیر مرد میکنی. کدوم دومادی از مادر زن خوشش اومده که آقا دومیش باشه؟ برو گم شو. با چرا دخلا
فرهاد خان، فرهاد خان، فرهاد خان، چه برگ تو این وقت صبح داده بیداد را انداختی؟ ببینم هیکل کدومون سالارتر انبیه هم؟ خب معلومه هیکل من؟ پوز ملوکه کیه؟ خب معلومه دیگه تو؟ منم، بس که خودم هم. جناب 90% کیه؟ خب معلومه دیگه حاجی. همونده خوره 10% کیه؟ خب معلومه دیگه تو. بسیار خوب، پس در جدید اون دسته کلید محکم بزن تو صورتم که برم خدامو شکر کنم و در فروشگاه رو وا کنم و خوب آبجارو بکنم، تمیزش بکنم که جنابالی تشریف بیارین توش. نه خیر، امروز من میرم در واس میکنم، آب و جاروشم میکنم. عوضش تو میری خوده بشی اون دختر تو پل مپل موانیده. میگی من وقت نداشتم بیام، تو رو فرستادم که با هم یه گشتی تو شهر بزنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، از این لغمه واسه من نگی. اگه خدایی نکرده مادر فولاد زره احیانا من تو خیابون با اون یارو تو پل مپل ببینه، من چه خاکی تو سرم بریزم؟ آخه چه خاکی به سرم بریزم؟ خرگیر بودی؟ خیال میکنین اگه زن من بنده رو با اون ببینه چه خاکی باز به سرم بریزم؟ هر کی خربوزی میخوره پای هندونش هم یه قری میده مگر اینه؟ خب بله. چی بله؟ واسه چی بله؟ واسه این که من و تو با هم شریک، چه در نفعش چه در ضررش. بنده بابت 90% خودم دیروز رفتم گاراژ و توپل مپوله رو آوردمش، امروز هم تو بابت 10% سهم شرکتمون میبریش تو خیابونا و یه خوده میگردونش. تموم شد. تموم شد؟ هرچند که جناب عالی داری از شرکت ما سود استفاده میبری، ولی خیلی خوب باشه، من از ماجراجویی بدم که نمیاد هیچی. یه چیزی هم همچین ممکنه خوشخوشانم بشه، فقط یه چیزی. بگو چه چیزی؟ من از عاقبتش میترسم، یعنی از اون آکله مادر فولاد زیره رو میگم. شیر علی شیر باش، شیر که از چیزی ترس و واهمه نداره. دست حق به امرات، برو خوش باش، بعد از تو فروشگاه میبینمت. خدافظ. شیر باشم؟ دست حقم به امرام؟ راست میگه، چه شیر نباشم؟ میاو با. نرم این شیر پاستوریزم. سلام و حناق یک ساعته، سلام و کوفته کاری. چی تو میشد که گاهی وقتا سلام کردنت میگیره؟ خب بیمیری از هیبتت که آدم اینجوری میشه. ها حالا یک هیبتی نشونت بدم. درد بیدارمون گرفته، کدوم گورسونی میخوای بری که همچین فیسان فیسان کرده یا قرقم بیله میای؟ ها آخه میدونی امروز چند تا مشتری گردن کلوفت همچین آدم حسابی سیبیل از بناگوش در رفته که درش مروش دار واسه یه معامله نون و آبدار میان به فروشگاه. ها اینه که فراد خان سفارش کردی به من که خودم رو نورانی و عطرانی کنم که به مزاج آقایون بسازه. بین یک سازشی نشونت بدم پده سوخته. تو گفتی و منم باورم شد. ها میگم تو بمیری این حقیقتی، گمرو چالت کردم اگه دروغ بگم، تو بمیری مرگ تو راست میگم. دی مردی و هفت کفه نم پوسوندی منو میخوای دمرت پر بکنی پده سوخته. حالا یک دمری نشونت بدم که حض بکنی به من. تو بمیری میزنی آکله گرفته یه الوار میگه شب نیای خونه. اکسکیوز می، پاردون، دست بوسم مادمازیل، جیگر تو رو برم. I love you, I love you, I love you. نرا جیان خنده تو برم. کیه؟ چاکر خدمت گذارید
شیرعلی شریک شرمنده فرهاد خان شوهر شیرین خانم که اومدم در خدمت دست بگیرم و ببرم دگر. بیا تو. آی به چشم اومدم الان دو. چرا وایسادی؟ آخه میدونی من یه خود خجالتی هستم. حالا بیا جلو یه خود پشتم و ماساژ. آخه میدونی من خیلی همچین زود شرم و حضورم میشه. اگه ممکنه دستم بگیری راهنمایی کنی، یعنی دستم بگیری بزنین رو ماساژتون. ایناش این دستم بگیری. آخ جون قربونت برم من آخه. همینجا اما رو به بالا. رو به بالا خیش چشمام که با این عینک اینه کورا شده. شدم کورعلی عوضی شیرعلی. اینجا کجاست؟ گودی کمره یا رو بالا تو نیم بره؟ واه عجب بالا تنه قربون این بالا بزنیم زلفونو بزنم کنار جلوی مالش همو نگیره. خیلی خوب جان الان سب کن کاردیت بکنم هز کنیم مرگتو ماساژ داره نگه اینجوری نرگه یواش اوخ نکن یواش باش نداره ماساژ من بس توش نداره ستا ساتورید نکنم خوشبخته نمیشه یه دقیقه سب کن سب کن بذار یه دقیقه سب کن یه زرفتون کولتو برق نزار یواش شد کولت که برق افتاد مرگتو جون هز کردم ماساژ باید اینجوری باشه بله بالا بیاد پایین بالا پایین هی ماساژ باید محکم باشه یه خورده یواشتر یواشتر نداریم ماساژ باید محکم باشه ولی ماساژ نیستش که میدونی اینا را زنم یاد گرفتم آخه اون یه موقع دلاک بود اکه خدا تو شکر مگه تو هم زن داری؟ داشتم ولی خوشبختانه هزار پا میدونی که رفت تو گوشش مرد خوب دستش درد نکنه راحت شدی والا ده آخه پده سوخته کدوم راننده این خانوادگی پا میشه لنگ زور میاد سر کارها شما چنگا خشنی خانم جون بنده درسته که راننده خانوادگی هستم اما تو سریخور خانوادگی که نیستن جانم ده هستی همه کسه ده آهای شیرین ده شیرین خانم چیه چی شده باز؟ جناب آقای راننده ی خونوادگی تشریفشون آوردن شما چی طور تشریف میاری؟ یا هنوزم بزک و دوزک داری؟ با تو رو خدا نرگس خانم چرا خیابونو داری رو سرت میذاری اومدم؟ ده خاک به تو سرت کنن اله خانم شما چرا خشنی؟ میگم تو پول مپل من تو این چیزه رو از کجا بودی ها؟ کدوم چیزه رو؟ همون قلوم بسلوم بگیه رو کدوم چیزه رو؟ تو چقدر پول روی تو پول مپل من میخوای بگم خوشت بیاد اره؟ وا والا این شیطون ببینم از من خوشت میاد کیه که خوشش نیاد؟ بدونی آدم وقتی تو رو میبینه یه حالتی بهش دست میده که هی دلش میخواد گاز بده هی گاز بده گاز بده گاز گاز بده 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 که خفه کنه این بی تربیت وا والا وای مادر فولاد زیره ده وایسا ببینم پده سوخت الان ده بازم جا خالی کردی الان میکشیم تقریبش بکنیم تقریبش بکنیم به
ببینم کی بود. خودتو بپوشونی، آکلی که دیدی زنم بود، من ندی چجوری کجکوله بود. تو که گفتی زن ندارم. درسته که زن دارم، ولی باور کن هنوز که هنوزه پسره. حالا بین چه زنی دارم که بعد 20 سال هنوز پسره. وا بله، پس بجنبم که اون همین الان میرسه. بی بجنب خاک که سرت بکنم. مگه نمیبینی مدرک داره دست دستم در میره؟ خانم جون شما چرا انقدر خشنی؟ خشنم و این روزگارمه. آخه خشنی که این روزگارتی؟ شورم و دارن از دستم در میبرن. دخش و ماها میخواییم براتون بشکن بزنم و بالا بندازم. شواری رو که بتونن از دست آدم در ببرن مثلا جرز خوبه. یک جرزی نشونش بدم، یک جرزی نشونش بدم انقضه. دیالا شیرالی دیگه کدوم سگی؟ اسم من موشلیه. ده اگه مردی بکش پاینتر تا نشونت بدم. مرد نیستم، پاینم نیم کشم. ده اگه مرد بودی که به یه زنه به این وجاهت خیانت نمی کردی. ده حروم لقمه. آخه این چیه جنسه چی کرده که بقل دستت نشونده؟ ایجای الان میگم این چیزه، به مرگ تو این سکرتری جدیدی مونه. یک سرکتری نشونت بدم، یک سرکتری نشونت بدم، یک سرکتری نشونت. ده باز جا خالی دادی، پدری از درارم که به گلبه بگوی مشغولم حسه. حالا نشونش میدم. میخواین چی کارش کنی؟ میخوام بکشمش. بیچاره شدم خدا جون، نرای پایین دارم نرای پس، یعنی عقب. آروم باش جونم، هنوز که اتفاقی نیفتاده. اون اتفاقی که باید پدرمو در بیاره افتاد دیگه، چه جوری میخوای بیفته؟ از اون وقتی بیفته؟ که اومد اوضاع رو طوری راست‌ریس میکنیم که کاملا قانع بشه. اون کاملا میشه؟ چی میخوای بهش بگی که کاملا بشه؟ خب میگیم اونو آوردیم برای فروشندگی اتومبیل. اینا دنبال من راه نیا، میبینی عصبانی ام، دارم قدم میزنم واسه دنبال من میام. اصلا میدونی چیه؟ میگی منشیه. بازم حرف میداری؟ چی میکنی؟ تازه ببینم. خب اون وقت حقوقش کجا تامین میفرمایید؟ خب از شرکت میدی؟ بله بله، پولشو بنده بدم، اون وقت کیفشو شما ببرین. بله خیلی خوب، تو هم کیفشو بکن. کیف به ما نمیاد بابا، کیف ممکنه ما بیاد ولی کیف نمیاد. 10% این قضیه پای توئه، میخوای بکن میخوای نکن. چی شد چی شد؟ اینجان داداش ما جنسیم که آقایون دارن 90% و 10%ش میکنن. عجب خنگی هستی ها، من دارم قضیه رو یه جوری سنبلش میکنم، خیتش نکنم. داری من خیر میکنی؟ میگه بگو تو. خیر خب تو. ای داد شیرالی. به من شیرالی نگو خره، به من بگو مشکلی. پس برو تو سوراخت که اومد. من؟ کی اومد؟ بای تو پول جو قربون شکل طرف دست سپردم، یه جوری دست به سرش کن چون بنده باز حب چی رو بخورم. خیلی خب بابا تو. ای آکله گرفته پده سوخته. یعنی چی خانم؟ خف خون بگیر. اصلا بگو ببینم تو اینجا چی کاره؟ بنده اینجا فروشندم. فروشندم؟ ده به من دروغ نگو، آکل تو کجاد فروشنده؟ ده راستشا بگو ببینم. ای وای خانم،
شما چرا انقدر خشنی؟ حالا کجاشو دیده؟ ور پریده؟ بگو ببینم اون شیر علی پد سوخته یا الوا تو کجا قایمش کرده؟ به خدا من قایمش نکردم. ده بگو بگو تا تو فروشگاه تیر خالی نکردم. نه 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 تو رو خدا یه وقت خانم جو خالی نکنی یا؟ ده پس بگو کدوم گورسونی خودشو قایم کرده؟ زود باش. ها؟ اون توه؟ آره بابا این تو هم فیش رو فیش نکن بیا من اینجا. این توه؟ آره همین زیرم. کیه؟ به نام قانون حمایت خونوادگی در رو واکن و الا از همین جا یه تیل خالی میکنم تو مخت که ملاجت بره تو علاجت. فهمیدی چی گفتم؟ باز نمی کنم. یه چیز درازی تو دستته تا نظری زمین باز نمی کنم. که وا نمی کنی؟ نه نمی کنم. خب خودم وا می کنم. وا کردن که کاری نداره. خب بکن. توی سلام. سلام و درد بی درمون. او تو رفته بودی چی کار؟ چورت بزنم. چه بینم تو کی تا الان جندارم شدی؟ آکل به دشت اینقدرم بزن تنگ شدی بود. بیا پاک خدافش قربان. در میری دستا بالا جام نخور. اگه مرد وایسا مردیستم و با نمیشه همون جا بی حرکت وایسا. دستا تو ببر بالا. الان میخوای چیکار کنی؟ بای چیکار میخوای؟ بالا میخوام بکشمت. خداوندی خدا قسم به مرگ تو من هنوز که هنوز همون خودت میدونی پسر پسرم. بگه آره تو خط بخون بگه این حرفا سرم نمیشه. ارشده تا بگو که کار تموم. نرگس جون غلط کردم. نرگس ببر بالا. شلی جون ببر بالا. بابا به دادم برسی. ببر بالا. خدا به خدا باور کن من هنوز پسرم حسرت به دلم مرگ. ببر بالا دستتا. درد مندم مستمندم. گوش کن پس بز برم آبم بخورم بعد بکش. وایسا میخوام بکشم. ای داده بیدار میخوام صاف خالی کنم. نرگس جون این چه کاریه؟ شوخی شوخی داره کار دست خدا بدیا. خیلی هم جدیه. تو من با اون هم دست من؟ هر دو تو خیانت پیشه این بله کجا فرم کنی؟ بدش کن بدش کن تو سرش بگو من میخوام بدش کن سرش باش قلبی برام ببینم چه برای به سر پسر او بردی. شیرالی شیرالی شوهرم رو با تیر زدم کشتمش. خب حالا راحت شدی که شوهر بیچارتو کشتی؟ خب چرا وایسادی؟ یه کاری بکن. به من چه خودت کشتیش؟ خودت هم به متوفیات تلفن بزن. متوفیات چه بگو بیمارستان خبر کنه. خفشو بگی بکن این فوزولیا به یه مرده نایمده. سورت مرده رسته ببین تب دارم یا ندازیم این ساعت چنده. نه بابا شیرین خانم، شیرین خانم کجا این شیرین خانم؟ نرگس خانم شیر علی رو با تیر زده. خدا مرگم بده. حالا چه خاکی به سرم می‌ریزم؟ شوهرم از دستم رفت. چند قد اذیتش می‌کردم این بیچاره رو. بعد تخ شدم. حالا چیکار بکنم؟ سلام. به سرم می‌ریزم. سلام. تو اینجا چیکار می‌کنی؟ این میگه شیرعلی رو با تیر زدن، راستی؟ آره، ولی میگه نرگس خانم تیرش زده، راستی؟ آره، ولی خودو بگم چیکار تو نزد؟ صدا بیار پایین. واسه خودش قراش بشینه. تو دیگه شروع بشه. وای شیرین جون، قربون قدت خوب شد اومدی. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ دیدی با دست خودم رو بیچاره کردم و رفت. شیرین جونم چیکار بکنم؟ خب هرچی میکشی از دست خودت میکشی. وای دیدی بیشور شدم. دیدی دست خودم رو بیوه کردم. دیدی چه خاکی به سرم شد. همش تقصیر شوبرتیست. اگه شیرالی بیمیرد من دق مرگ میشم. دندت نرم شه خانم جون. حالا که شیرالی مرد اون وقت قبلشو میفهمی. آخرش کار خودتو کردی. چیکار بکنم؟ زنی که اصلا مخش قاطی پاتی تو ببینی. بیچاره شیرالی. همینو بگو. راست شیرین جون این چیزه، این خانم چیزه، چی بهش میگن؟ بگو دیگه. منشی جدید فروشگاهمونه، تازه استخدامش میکردیم. سلام. سلام. راستی فرهاد خان، میگم نکنه یه وقت شیرالی کشکی کشکی غزل خدافزی رو بخونه ها. نه بابا گوشتون بیجه 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 گوش بیجه بسکر برنگه برنگه الان بیام. میبینی شوهر بیچاره من دارید میمیرد؟ اون وقت این جسی جگر زد آهر رو بکنه. عوض این حرفا خانم جون، برای شوهرت یه خورده دعا کن.
من که حواسم نیست، تو هر غلطی دلت میخواد بکن منم پشت سرت میام. ببین خانم جون، اگه میخوای خدا نجاتش بده باید قسم بخوری که دیگه بهش حسادت نکن، که اون خره مرادشو سوار بشه تو من دق مرگ بشه. این حرفا رو بذار کنار، اگه میخوای زنده باشه باید برای 2 سال قسم بخوری که بهش حسادت نکنی. باشد قسم میخورم، اما برای 2 روز. واسه 2 ماه فوته اینا، واسه 1 هفته دیگه جای چونه زده رم ندارید. خیلی خوب قبول. آره حالا حاضری خیلی خوب بری. خدایا خودت به این شیرن کمک بکن. اینم 90 درصد خلاصش کنم که شانس آوردی، میدونی چی نموده بود که دیگه 10% بشی. خدایا خودت نجاتش بده. خودتو بزن به مریض. بزن مریضی بفرم. آره بشم بشم. اخ نارخ سلام نلیک. یواش مواظب باش. بعد دیدی داره میپیچه. خب شدی عزیز دلم. شوهر جونم، شوهر جونم و زهر مار، من دیگه مردنی هم با تو هم هیچ کاری ندارم. بریم آقا، بریم آقا، بریم آقا، بریم آقا. آقای دکتر سلام علیکم، چطور است حال شما؟ آقای دکتر تو رو به خدا بگو ببینم گلوله به کجای شوهر من خورده است که منار جنبون شده است؟ ها هیچ جاش خانم، فقط یه کمی پاشو خراش داده، اونم تا چند روز دیگه خوب میشه. ها دریم دوم گلولا همچی شهری تاره دیده بودی؟ بفرمین. نه خیلی شما بفرمین. جون شما نمیشه خواهش بکنم. خواهش بکنم. برو ای بی حیا، اون که چیزیش نشده از آتو بی خودی وادارم کردی قسم بخورم. دیگه کار از کار گذشته و قسم خوردی خانم جون، به قول معروف آش کش که خالته، بخوری پاته نخوری پاته. اخ بام اخ بام، خدا ذلیلت کنه. میبینی چه روزگار من آوردی؟ تاله یه همچیزی تو گشت دیده بودی؟ ببینم تو تیر خوردی؟ حق باز به جان مادرت، یه تیر خوردم به این قلم بگی این تیر چراغ وقت به مرگ تو، تیر خورده به قلبم رفته تو پام سیخ بایستدی. آچه هی امیدوارم که هرچی حق بازه زیر گل برد شالله. بش باش. حالا فهمیدی که حق با من بود؟ من این پدر سوخته رو میشناسم، خوب میشناسم. این منم مثل که دارم اینو میشناسم. بله تو چی هستی؟ قوی چیه؟ نه نمیخوام جون شما نمیتونم بخورم، من تازه تیر خوردم، اینه که میل به چای ندارم، نمیتونم چای بخورم. جلو نیا نمیتونم حال کتک خوردنم ندارم. نه جون من جلو نیا نمیتونم بخورم، گفتم نمیخوام تیر خوردم نمیتونم. از اینا گذشته اصلا پام ناقصی نمیتونم. دیری تو بهش بگو که پای من ناقصی نمیخورم بابا. ده به تمرگ سر جاتو انقض ادا اصول نیا حق باز الواد. ده به تمرگ نمیشه تو برم. این کیه دیگه؟ بعد 10 سال میخوام برم مرخصی. اینه که خواهرزادم آوردم جا خدا. حالا چرا از این خوب خوباش آوردی؟ تو میخوای مامانه به اذان بشونی؟ مگه اصلا نرگس خانم موافقت کرده آوردی یا نکرده آوردی؟ خانم قسم خورده که تا 1 هفته به شما حسودی نکنه. پس اینه که اینه میگم، حالا که همچینه تو برو تو حیل لب باختی دراز بکش، من میام از رود میپرم. ببینم چی داری مهم بلغور میکنی؟ بهشون میگم زیاد حرکت نکنن، ممکنه پاشون خراب بشه. میگه تکون بدی. کاش که مرگیش نیست، آتیش به جون گرفته. چایی تو بذار و گوره تو گم کن که خودش داره خراب میشه. والا به خدا شیرعلی حق داری، آخه اینم شد زن. زن کدومه؟ بگو آکله. واقعا که بیچاره شیرعلی. خب هر کی هم جای اون بود بزنش خیانت میکرد. خیانت؟ خب حق داره اگرم خیانت بکنی. حق کدومه؟ کسی حق نداره بزنش خیانت کنه. خب تازشم اگه شیرعلی خیانت کنه گناهی نکردی. اون دختره که من دیدم کلی از زن خودش سرتره. دختره کدومه شیرین جون؟ شیرعلی اهل این حرفا نیست. خودتو دیگه لاپوشونی نکن. بها حالا بیا و درستش کن. حالا چرا اینقدر راه میری؟ مگه ناراحتی؟ من ناراحتم؟ کجا ناراحته؟ بفرمایید. آها نشستم، حالا خوب شد؟ آره ولی به هم بگو ببینم تو چرا داری اینقدر جوش شیرعلی رو میزنی؟ واسه این که شریکمه، واسه این که تو داری حق و ناحق میکنی. از همه اینا گذشته، مگه خیال زنی مثل اون حاضره به مردی مثل شیرعلی حتی یه نگاه بکنه؟ چه برسه که باهاش بشه؟ واقعا که مسخره است. والا این یکی رو داری راست میگی، اگه پای مرد خوشبر و روی مثل تو وسط بود یه چیزی. زنی که 100 تا نگاه که بهش مینداخت سرشو بخوره رو دست و پاشم میافتاد، اما مردی با ریخت و شمایل شیرعلی، استغفرالله تو رو خدا ببین چه شکلی دارم گناه یکی دیگر رو میندازم گردن یکی دیگه. هیچ معلومه چی داری بلغور میکنی؟
زنی که کیه؟ کدوم زنی که؟ ده همون دیگه. یه منشیه. منشیه ها. هی زن، من یه تار موی تو رو به صد تایی مثل اون نمیدم. مگه قرار بود بری؟ نه. پس چرا اینقدر هول شدی؟ من که هنوز حرفی نزدم. آره آره معلومه که تو حرفی نزدی. راستی خاله کوچولو موچولو بود چطوره؟ بس ببینم تکو بکو میخوره یا نه؟ اوه جان، آره آره داره دست و پا میزنه. کی داره دست و پا میزنی؟ خب بچه بود دیگه. خیال کردم خودت. تو دیوونه شدی بلا. میمیرم واسه به خدا. چه میدونم بله. بفرمی کی؟ مرگ تو. الو فافر جونم، فرهاد جونم. اه کی؟ کیه؟ سلام علیک حسن آقا. حسن آقاست. حسن آقا. حسن آقا کیه؟ حسن آقا کیه؟ حسن آقا کیه؟ حسن آقا کیه؟ یه همونی که قرار بود از آلمان واسه ما بنز بیاره دیگه، اون حسن آقاست. بلانو از اینجور حرفا. خب بگو ببینم کی رسیدی؟ چی ماشی سلامته؟ نه میگه احتیاج به روغنکاری داره. چی؟ ماشین دیگه. داد ماشین ناپاش خبر کن. ماشین ناپاش برای چی؟ آخه تیش گرفته موتورشو میگم. حسن آقا دیگه چک کنیم. تا موتور ماش حسن آقا از بیروغنی داغون نشده خودتو برسون که سوختم. آخه این چه وقت سوختنه؟ حرفا میزنه ها. میدونی دست خودم که نیست. اگه نیایی ها هی میزنم. منتظرتم. میبینی ماشین مال آغاز و وقت زور زدنش مال بعد است. اونم واسه چی؟ واسه خاطر چندر گاز کمیسیون. او وقت ما باز کرایه جا بدیم، منشی بیاریم، حقوق بهش بدیم، از اینجور حرف و فلانه و بیسارا جختش. حالا این وقت شب باز برنشیم بریم روغم موتورش هم رو برا کنیم. اونم واسه چی؟ واسه خاطر یه لقمه چیزی اسمش هم یادم رفته. میبینی تو رو خدا چقدر آدم با زور بزنه نصف شبی باز بلنشه بره. کجا؟ همین بغل دور نیست. یه نگاهی به موتورش میدازم ببینم چه مرگشه. همین الان برمیگردم. به مرگ خودت تا برشدم بکشه منی تام. مواظب اون کوچه و جلوه باش، نکنه یه وقت سرم مرمایی بکنه. اومدم روغنو بزنم. اومدم کجایی؟ تو مگه به کلت زده دختر؟ اصلا تو شماره تلفن خونه من از کجا گیر آوردی؟ چیزی نیست که من بخوام و گیرش نیارم. هیچ میفهمی چه غلطی داری میخوری؟ داد نگیش سرم. آخه تو خب دوست دارم. تو داری زندگی منو بیریخ میکنی، اون وقت میگی دوستم داری؟ خب میخوامت. میگی چیکار کنم ها؟ برو از این شهر، برو پیکارت. اگه نرم؟ اگرم نری من دیگه با تو کاری ندارم. ولی من باهات کار دارم. تو؟ میدونی به زن تلفن میزنم و همه چیزو بهش میگم. یعنی بهت میاد که انقدر پس فطرت باشی؟ بهت میاد؟ توی این آینه به خودت نگاه کن و به هم بگو که تو یه لجاره بیاده یه لجنیده. بگو برم کن بازو ما شکستی. یعنی تو اینقدر لجنی که هیچی واسه اهمیت نداره؟ که مثل آب خوردن میتونی زندگی و آشیونه هر کسی رو که باشه به هم بپاشی و داغون کنی؟ آره؟ نه! نه؟ ببین من و تو یه مدتی با هم بودیم، حالا هر جوری میخوای حساب کن. اگه عشقته که اون یه مدت با لجن واسه خودت خرابش کنی پس بکن. به خدا من لجن نیستم. اگه نیستی پس دیگه نبینمت. Oh,
چه مرگته؟ دیگه نمیتونم، دیگه نمیتونم باش بازی کنم. از جاد چطور؟ میتونی بلنشی؟ حالا چطور؟ میتونی یا نه؟ ببین، دیگه بسه. چی بسه؟ تو این مدت هزار تا رو واسط به تور زدم و به خاک سیاه نشوندم. خب که چی؟ دیگه از خودم بدم میاد. بگی چی کار بکنم؟ سفتهامو پسم بده، زندگیمو، خودمو به هم پس بده. دیگه از اینی که هستم خسته شدم. وقتی کسی واسه من فرق نمیکنه واسه هم نباید فرق کنه. متوجه شدی؟ نه. این رازیه که تو زندگی زنشه. خب اون کیه؟ بعدم میشناسیش. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بریم تا وسط بگم. بلشون من از 10% گردگیری میکنم. سلام. سلام. واسه چی اومدی اینجا؟ سرم داد نکش. اگه اینجا اومدم واسه اینه که دوست دارم. گورتو گم کن. باشه، گورمو گم میکنم، ولی حالا که به اینجا کشیده بذار یه چیزی رو بهت بگم که تا ناق جگرتو بسوزونه. این زنم زنم که میگی خیال میکنی کیه؟ اگه نمیدونی بدون که زیر سرش بلنده و یه هرزه عوضی بیشتر نیست. خفه شو، بزن به چاکلت جاره. الان یه تلفن به خونت بزن، اگه خونه بود یه توپ بنداز تو صورت من. بود و نبودش به تو هیچ دخلی نداره هری. یادت باشه زور که رفتی خونه، اگه جلوت خورش گذاشت یه سری هم به آشپزخونتون بزن، شاید اونجا چند تا قطعه خورشت کنسروی پیدا کردی. خوش باشی حضرت آقا. میگم یه وقت باور نکنی ها، زنت نجیب ترین زن دنیاست به خدا. تو به کارت برس. ده درس فقط ده درس. چی؟ چی جوسی؟ تلفن رو بزن. داشتم تو سطر خاک رو به توف میکردم که چند تا قوطی کنسرف دیدم. خورشت قیمه بادیم چون فسین چون
غیره. آخه چیزه؟ چیزه؟ کدوم چیزه؟ آخه میدونی؟ آره میدونم، تو امروز صبح خونه نبودی. راستش رفته بودم سلمونی، برای همین بود که با کنسرو. سلمونی هم نبودی؟ پیش سلمونیت هم رفتم، اونجا هم نرفتم. آخه من آخه تو چی؟ آخه میدونی من دیگه اون سلمونی نمیرم. پس کدوم گورستونی رفته بودی؟ خیلی خوب، حالا چرا داد میکشی؟ مگه خیالت من چی کار کردم؟ دیگه اون روی سگ منو بالا نیا، تو همین الان به من دروغ گفتی. ما کی از این حرفو با هم داشتی؟ خیلی خوب، من به دروغ گفتم واسه اینکه رفته بودم واسه مادرم خرید کنم و براش بفرستم. خب چرا این از اول نگفتی؟ واسه اینکه ترسیدم باز به خاطر مادرم قشقرق را بندازی. اون قشقرق بهتر از این نبود؟ ببینم تو اصلا چته؟ هیچ وقت نشده بود که تو سرم داد بکشی. نمیدونم خودم هم نمیتونم. خیلی خوب، حالا پاشو نهارتو بخور. دیگه حالشو ندارم، دیگه اشتها ندارم. مگه تو امروز سر کار نمیری؟ فعلا که نه حالشو دارم نه حوصله‌شو. حواست کجاست؟ ها؟ گوشی رو بذار سر جاش. حواس که نیست. تو اگه بخوای میتونی بری بیرون. من؟ نه میخواستم واسه لباس بچه چند جا برم، ولی باشه یه روز دیگه. هر طور که دلت میخواد. دلش کن، با من کار دارم. الو ده اگه مردشی لفا کن. آی بر پدر مادر هرچی مرد بازار لعنت. من میرم، برای نهارم بر نمیگردم. چرا؟ باید برم گمرو، که یادم نبود. خداحافظ. خداحافظ. الو سلام، مگه نگفتم که تلفن نزن؟ خب امروز دیر رفت بیرون. آره، حالا از دیروز خبر نداری. واسه تو که هیچی مهم نیست. خیلی خوب، سفارششو دادم. آخه حوله که اندازه تو پیدا نمیشه. خیلی میترسم. تو رو خدا حواستو جمع کن که یه وقت گندش بالا نیاد. شما که صاحبکار ما این، به گردن ما حق داری شیرین خانوم. تو این محله غیر شما هر زن دیگه ای هم که از این رمز رو موزاد داره پیش ما داره. خلاصه مواظب باش، اگه فرهاد بو ببره سرام مثل دسته گل میبره. خیالتون راحت باشه شیرین خانم، دفعه اولمون که نیست. ما واسه خیلی ها بردیم آوردیم و هیچ وری هم نفهمیده. خدا عوضت بده. پس این آکله چی شد؟ آکله؟ نرگس خانوم چه خبره؟ دونه صبح اول صبح میگه سر آوردیم، چرا آدمو دست پاچه میکنی؟ چه دونه؟ لنگ زوره نرگس خانوم، مگه نمیخوای بیای بریم خرید؟ تو هم که ساعت به ساعت فیسام میکنی و مگوری بیایم بریم خرید. آخه کدوم خرید؟ خب اگه نمیای بگو دیگه، چرا لیچار بار آدم میکنی؟ بریم غلام علی. خوش اومدی مشرف.
رفتم 20 تومن گوشت خریدم، از لبنیاتی هم شیر و ماست گرفتم. تو هم که همش برو بیرون بگرد. رفتم خرید، چیکار کنم؟ چیمچوری؟ من میخوام برم حموم. خب برو. اون وقت با چی خودم خوش کنم؟ این چند ساله با چی خودتو خوش میکردی؟ حوله خودم دیگه کنه شده، دیگه آدم رغبت نمیکنه به تنش بزنه. خب یه حوله برای خودت بخر، این که ماتم نداره. من بخرم؟ توقع داری حولتم من برات بخرم؟ من خیال میکردم تو به فکر منی، اینجور چیزا رو تو برای من میخری. ای تنبل خدا، یعنی میخوای بگی این روزا حول ماره چیزی واسه من نخریدی؟ خب خب ای ناخلا، تو هم عجب بلایی هستی، یا هیچ وقت نمیشه تو رو غافل گیر کرد. تو از کجا فهمیدی من برات حول خریدم؟ آخه من علم غیب دارم. بگیر دیگه، اینقدر اصول دین نپرس. خیلی خوب باشه. چی میزنی؟ یعنی آب و آتیش میزنی؟ تو اونی که من میدونم آن شیرین خانم به چشم آبجی خانم نجیب ترین زن روزگار به خودم. حالا اگه حول اندازه نیست که اون تقصیر نداره، شاید چاق شدی. اگه غیر این بود یه سالی هم نمیذاشتم زنده باشه. خب پس دیگه این کارا واسه چیه؟ واسه این که دو دلم، واسه این که اصلا به تو چه مربوطه مردی که تو پتشن نزن جنم نوید درست، فقط دو چه خاکی به سرم بریزم بنده بریزم، مطمئن باش که خیلی خوب هم بریزم. شیرین دوتا پسر خاله داره، یه پسر عمه یه نوه عمه. میخوام این حوله رو ببری ببینی اندازشون هست یا نه. و سلام. از کدوم شروع کنم؟ از نوه عمه یا عمقه سنم؟ از همینجا، از پسر خالش. مرد حسابی خجالتم خوب چیزیه. روز روشن پاشده اومدی تو دفتر کار من، نه سلامی نه علیکی نه گذاشتی نه ورداشتی، یه کاره میگی بکن؟ مگه شهر هرته؟ یاد نکش، صدای من خیلی از تو بلندتر ها، خیلی بی سر صدا، عین بچه آدم. هر چه زودتر پچلواتو بکن تا من دست به کار بشم. فهمیدی؟ دست به کار چی بشی؟ دست به کار چی بشمش دیگه به خودم مربوطه، به تو مرتوب نیست. تو فقط بکن تا من ترتیب کارو بدم. اگه نکنم چی؟ اگه نکنی میدونی چی میشه؟ سر کارت با این میشه. یعنی تو کارت به اینجاها کشیده شیرعلی؟ اقلا از عینکم خجالت بکش. آخه من از عینکیش خیلی بیشتر خوشم میاد. نفله، بکن تا نکندم. پس تو صدیش تو داشتی و من نمیدونستم. ساس جد آبادی تره. یاله بچه خیلی خوب بکش پایین، بکش پایین، بکش پایین، دست پاچم نکن. بکش پایین، بکش پایین، برم بیزنم شیر. بفرم خیلی خوب، دست بکنی تو، دست بکنی تو. یاله دیگه چه فور میشه؟ بعدا میفهمی چه فور میشه. این بهتری فور میشه، مدل جدیده. خیلی خوب، خیلی خوب، ببینم ات. بچرخ ببینم، بچرخ، 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 دور خود بچرخ، بچرخ، چرخیدنم برای دیسی نفری باسی. خیلی خوب، خیلی خوب، ایست، آد، نه خیر، مسکی گوشاده، مال تو نیست، درار، بکن، بکش بالا. اصلا معلومه منظور تو از این کار چیه؟ دنبال سارق ناموس بگردم، به تو گوشاد بود نمیخورد نفلی. پس چرا داری میری؟ ای سلام عرض میکنم و حالت چطوره؟ سلام شیرعلی، چطور از این طرف ها؟ سلام وسط میگم، داشتم توی هول و هوش میان و هوش میگشتم، گفتم بیام اینجا لختت کنم و برم. نه بابا، مرگ تو. مرگ خوده، تو بمیری باید بکنی. نه بابا، چه اومدی لختم کنی و برم یا؟ تو بمیری این حقیقته. اوکی، بلو بلو بلو. آی آی آی، بردم از کنش. بکن تا نکندم. یعنی چه؟ مرد حسابی منصوره چیه؟ منصوره من که درار. ببینم تو داری حتما شوخی میکنی جانم، مگه نه؟ ما با کسی شوخی نداریم، بکن ببینم. جدی که نمیگی؟ اتفاقا خیلی هم جدی میگه. یعنی راست هست که من لخمشم؟ بله، زود باش درار، من تنکو عزت کار دارم. آخه واسه ای چی؟ بعدا میفهمی، زود باش بکن. شیرعلی جان قباحت داره، اینجا محل کاره، اینجا من باید قرارداد امضا کنم، یه نفر میرسه. من چشمامو میبندم تا سه میشمورم، خیلی هم تون میشمورم، فهمیدی؟ اگه لختتو نبینم خلاصه دیگه شیردون میردون بی شیردون میردون، بس من گله نکنی، فهمیدی؟ بستم. چی رو؟ یکی
دو و نیمه یه رو به سه یه نزدیکای سه یه خود سه یه وا میکنم وا کردم. شیعه بردی ها از این کار بچرخ چه کار کنم خدا یا عجب گیری کرده ما حولم با خودش آورده یالا اینه ترک کن ببینم دست بکن توش مطل نکن یالا بپوش ما حوله جانو بله پس چی ما فکر همین جاش کردیم حولم آوردیم خدا یا با امید تو بچرخ ببینم بچرخ مطل نکن بچرخ اینقدر بچرخ که سعی گیر بده نه خیلی پیساب مونده معلوم نیست مالی کشیه هست اصلا عباسی خیلی خوب عباسی نیسته نیسته مالی تو هم نیسته بیشین درار بگو اهم بفرمایی اینم یک نقطه خوش آب و هوا ولی زود راز نیازتونو بکنین که من باید اون زنیکه خشنم ببرمش خرید خفه شو سلام میدونی اینجوری دیگه نمیتونیم ادامه بدیم درسته که من تو رو خیلی دوست دارم عاشقتم کشت مردتم ولی تو هم اینو یادت نره که من به هر حال یه زن شوهر دارم خیلی خوب اینطوری نگام نکن میگم بهش میگم ولی باور کن یه هایی نمیتونم این خبر رو بهش بدم میترسم خون جلوی چشاشو بگیره و کار دستم بدیم ببین نازناز من آخه یه خوردم باید مراعات منو بکنی بسه دیگه دست بکش من دیگه از این قایم موشک بازی خسته شدم اگه شوهرت من تو خونش نمیخواد را بده پس تو هم باید از این خونه بزنی به چاک چطوری یه نامه واسش بنویسی؟ یعنی میگی بهش التماس کنم؟ ببین مادر اگه دلت میخواد بیای خونه ما زندگی کنی باید من هر چی میگم گوش کنی هر چی میگی گوش کنم؟ با این خاطراتی که از گذشته دارم؟ من هیچ وقت یادم نمیره پارسا شوهره شب عیدی چه دعوایی با من کرد بعدشم از تو پنجره طبقه بالا پرتم کرد تو حیاط حالا همچی میگی که هرکی ندونه خیالش از کجا پرتت کرده همش از طبقه اول پس میخواستی از طبقه صدام پرتم کنه آخه مادر همش تقصیر خودتی برای اینکه اخلاقت بدی یادت رفته که بعدشم دادشم تو رو از خونش انداخت بیرون مردشون این زندگی رو ببره خیلی خوب دیگه بالاخره همه چی درست میشه ساعت 4:05 که سر فرهاد و دور دیدم خودم میام اگرم نیومدم غلامعلی رانندمونو میفرستم که ببرتت گردش کارمون ببین به کجا کشیده که حالا یک راننده فکسنی باید مونسمون باشه خیلی هم دلت بخواد خانوم منو که میبینی با کس کسونش نمی سلام آقا سلام پدر خاله چطوره؟ قربدک نیستیم خب از وضع کارت پیش ما راضی هستیم تصدقی سرت آقا جون ما هیچ وقت تو زندگیمون ناراحت و ناراضی نبودیم همینه که خوب موندی آقا زن نداریم ناراحتی هم نداریم اینه که خوب موندی آره راست میگی از اینا گذشته نیست که مدام پشت فرمونو در حال گشتی اینه که خوب موندی بله عجب هوای خوبیه آره آب هوای خیلی خوبیه زن من تو این چند روزه حالش هیچ خوب نیست هی بهش میگم ماشین که هست رانندم که هست برو یه خود بگرد زن میگرده آقا جون میگرده حالیمه ولی موضوع سر اینه که دوست داره همیشه تنهایی بره گردش من موندم که چرا راستش آقا جون ما همیشه اسرار مردم رو حذف میکنیم بارکلا خوب کاری میکنی راننده خانوادگی فقط کارش رانندگی که نیست حفظ اسرار خانوادگی مردم هم هست خب بله همینطوره خب بگو ببینم کجاها میرن گردش اونا رو کجاها میبری والا تو باغ پدری خودت یعنی تو اتاق خودم تو رخت خواب خودم بله تو رخت خواب خودتونم میخوابه میدونی شیراری آره میدونم ولی بگو میخوام بگم میدونی اینطوری نمیشه چطوری؟ میخوام که شهناز بیاد پیش ما کار کنه به نظر تو چطوره ولی به نظر من که شهناز خیلی آفی گرد و قلوم بس ولی ببینم فکر همه چیش کردی یا نکردی نکردی خیلی فکر کردم شیراری میدونی بودن شهناز این روزا لازمه بنده است یا این که لازمه جنابالی کدومی کشم عوض این دریوری ها گوش کن ببین چی میگم اطاعت میشه قربان بگوشم جناب 90% بفرد من میرم فروشگاه تو میری هتل پیش شهناز و ورش میداری میاریش اونجا و بعدش چطور تا خودم ترتیب کارش تو فروشگاه بدم میخواستم یه کاری واسم انجام بدی تو میدونی که اگه جونم هم بخوای واسط میدم چیه
میخوام یه چند روزی بری تو باغ پدریم و یه سر گوشی آب بدی، ولی نباز کسی بفهمه. که چی؟ که هر وقت زنم اونجا با کسی دیدی بلا فاصله به هم تلفن بزنی. تو بمیری گندش بد جوری داره بالا میاد. تو ناراحت چی هستی؟ من ناراحت چیزی نیستم، ولی کار راستی راستی داره بیخ پیدا میکنه. ما هم همینو میخوایم، مگه غیر اینه؟ ببین، ما همه جور کاری کردیم، همه جور تلهی گذاشتیم، ولی از این تلهها تو کارمون نبوده. میدونی داره بوی خون میاد. خب بذار بیا. یعنی تو میگی بذارم یارو کلک زنشو بکنه؟ اگه هم خواست بکنه بذار بکنه. تو هیچ وقت تو این مایه ها نبودی. کار ما همیشه سرکیسه کردن معمولی بوده، ولی تو چرا این دفعه عوض شدی؟ چرا پای همه چیزش وایسادی؟ شنیدم که اون علاوه بر پول زیاد ملک و املاک فراوانی هم داره. اگه این کارو با آخر برسونی نونمون تو روغنه. اون وقتی که تا آخر عمرم دور این کارا رو خیت میکشم. یعنی به قیمت جون یه آدم؟ من و تو به خودمون فکر میکنیم، من غیر اینه. آره غیر اینه، از دست منم دیگه کاری ساخته نیست. بیلم کن نازی. قفم کردی. من و تو به خودمون فکر میکنیم، غیر اینه. نه بیلم کن. جای این زنی که رو تو باید پر کنی. وقتی آب از آسیاب افتاد اون وقت زنش میشی، وقتی هم زنش شدی کار تمومه. تو میدونی که من یه روزی فرهاد دوستش داشتم. حالا هم دوستش داشته باش. میخوامش، ولی نه با دوز و کلک، نه با خونه خرابیش. زن که نباید فقط برارو داشته باشه. ای بابا چی رو ای بابا؟ زن باید دردو باشه، آپارتی باشه تا بتونه چورشو تو مشتش میگرده. آپارتیگری تو سرش بخوره، اقلا یه کمی کیاست داشته باشه. تو با این کیاستت کجا رو گرفتی که من بخوام بگیرم؟ خوابه شیرین جون، شورت داره دست دستت میره. جخ تو چی داری مگول؟ ببین نرگس خانوم، اون چند وقته که گرفته است درسته. خب چند وقته که با هم اوقات تلخی میکنه اینم درسته. خب لابد یه دردیش هست، لابد از بیرون ناراحتی چیزی داره. به من میدونم که مرگشه. ده زیر سرش بلند شده است. اون دختره ددریش کرده. ده منم اگه جای اون بودم ددری میشدم جون دلم. تو آخه چی کمتر از اونه؟ کمالات نداری که داری، برارو نداری که داری، فقط عقل تو اون کلیگه پوکت نداری. خب حالا میگیم چی کار کنم؟ ملیه خانم جوش نزن، من یه فکر بکری به سرم زده است. چه فکری؟ من به این شیرالی پد سوخته موگم این دختره، یعنی فروشنده جدیدشونو دعوت کند که بیا تو جشن تولد شیرین خانم. خب که چی بشه؟ ها که چی بشه؟ اولندش وقتی اونو با فراد خان نزدیک به نزدیک هم دیدیم میفهمیم که جفتشون چند مرد حلاجن و چند قضه با هم دیگه سر و سر دارن. آخه از کجا؟ اونش با نرگس خانم. دی بله اونش دیگه با من. از یه نگاه زیر زیره کشونم که باشد میفهمم چی به چیست. از این گذشته به رقاصی وا میدارمش، به لوندی وا میدارمش که بفهمیم این آکله چی دارد که شوهرای ما رو اینجوری سر به هوا کرده است. خب بعدش؟ بعدش معلومه است. لوندیاشو ازش میدوزیم، آباسه شوهرامون تقلیدشون میکنیم. مگه ما چیمون از اون کم تره؟ من میترسم اون روی فرهاد بالا بیاد. این کارو نکنیم نرگس. این کارو میکنیم. هر اتفاقی هم که افتاد پای خودم است. Bombing
آخه بیشتر مگه روش میشه آدم این قد 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 تو بالا رو بابام زخمه ماشالله این ناز و ادا رو مامانم داده یادم آخ وقتی که میندازم لنگ لنگ ابرو وای که از حوض چارتا میشه چشم یارو وقتی میکنم اینجور سینه ها مالرزون میبرم با اتبارم لرزنک رو از رو ادامه این یارو به من دایم میکنه حسادت اما این که با حال شر میتونی بلندشون رو بلند نه پاشو من بلند نیستم نه نه جمع داره نه داره بلندش نه نه بلند کاما پاشو رو بسن کیف میکردی؟ برای گانشه، گانشه، همه تون به من چه مردودست؟ یعنی چی؟ ناقافه ناکر
شیرین جو قربونه دارم الان گریه نکن گریه نکن منم دلم میگیره بسست دیگه بسست پس چرا به ام تلفن نزدی؟ نشد نتونستم پس من تو رو واسه چی فرستاده بودم تو اون خراب شده دفعه دیگه حتما میزنم و خبرت میکنم هر وقت که اومد با هر کی که اومد خبرت میکنم ببینم اشتباه که نکردی با دو تا چشای خودم دیدمش به خدا نای سک مصاب کدوم گورستونی بودی ها؟ که منو زهر کردی کدوم گورستونی بودی؟ رفته بودم بگو تو که بلدی مثل ریک دروغ و دنبر سر هم کنی بگو رفته بودم لباس بچه بخرم کو لباس بچه ها؟ تو چرا با آدم اینطوری میکنی؟ اصلا این چند وقت جد شده سر من داد نکش تو داری داد میکشی صدا تو بیار پایین پری روز جلوی مردم سکه یه پولم کردی اینم حالا کجاشو دیدی؟ کول باسه بچه دست پیش گرفتی؟ من دست پیش گرفتم؟ اون زنی که این لکوته رو تو فروشگاه بغل دستت نشوندیش چی که من در نمیاد آه واسه این حرفا بگو کول باسه بچه کجاست؟ بازو باشی کسی اگه پاش بیافته گردنتا میشکنم بگو چه مرگته؟ من دیگه تو این خونه نمیمونم پس زودتر گوره تو گم کن تا کفم پیچت نکردم و بیرونت ننداختم
صدا پیچید در گوش شمایل که دوران وفا افسوس بگذشت که دوران وفا افسوس بگذشت اما اولت خواهش میکنم بفرمی تو که خود به دادم پیچ و تابش دعاب دیده گونم دادم آبش به درگاه الهی که ای روا بود گل از ما دیگری گیره گلابش گل از ما دیگری گیره گلابش من غم بود محنت آرام بود سهم من از هستی ماتم بود این همه غم خودم باز کم بود آخ که دلم تنگه آخ مگه دل سنگه زندگی با آدم صد رنگه عشق و وفاداری نرنگه اگه کیا یا نباشه اگه وفادار نباشه مگه بازم میشه آدم به هستی بیزار نباشه آخ که تو این زمون بازن مهربون با به هر خوشیون بی فضونه واسه بی شکر هم نداره آدم وقتی زن تو با همه ربونه داشتم به سر یا که میگفتم سر ابیخ یخ یخ من
نمیخوام یا تو نگار یخ 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 چون که هوای کارا داره آه که چه شیرین میکاره وقتی میگه جای آره یخ 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 آخه خرکی نداره یخ 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 کن دیگه با ایسی یک باید میسی یک باید شانس بابا عجب خرشانسیه سارم خان میدونی یه چیزی رو واسه بهت بگم ما نسیه کاری خوشمون نمیاد داشت بولش نقده بابا که وقتی کار تموم شد وقتی کار تموم شد تو را کجا گیر میری من گیرش میارم پس بای توه اگه کار اونجوری عذاب در بیاد که من فکرشو کردم سر تا پای همه تونو طلا میگیرم دختر اومد واردش کنه سلام بفرمایید بفرمایید شیری یا روبا واسه تو شیرم و واسه خودم روبا زیاد احساسات به خرج نده بگو ببینم کار تمومه آره فکر میکنم تمومه خوبه فقط باید یه قولی بهم بدی چه قولی دخمله که یه چیکه خون از دماغ هیچ کدومشون نده خونش بابا خونش بابا کجاش خنده دار بود من دارم جدی میگم اگه غیر این بشه کاسه کوزتونو به هم میریزم قول میدم مامان 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 نه من خودم میرم مامان یا الله بهش تلفن بزن بیا و از خیرش بگذار یا الله الو سلام آره خودمم آره الان اینجاست ها خب معلومه با یه مرد تو از اینجا تکون نخور چشم به هم نزده اومدم بلش کن اما به شرط که سر و صدا ران اندازی اگه صداش در من با یه ضربه کارشو تموم کن شما ها کی هستی؟ اولا سوال کردن موقوف دوما هر چی بهت میگم باز بکنی غیر این باشه مامانت نه به اون کاری نداشته باشی باشه در عوض با تو یه کار کوچولو داری چه کاری؟ یا چند دقیقه با اون بغل دستید عشق بازی میکنی شما ها دیوونه شدی؟ یا این کارو میکنی یا مامان جونو ترس
شماهایی که چیکار میکنید؟ اینا همش کلک بود. زنتون نجیب‌ترین زن دنیاست. اون تو این ویلا فقط با مادرش رفت آمد داشت. بیا تا حالیت کنم. بیا. چه زفت؟ بس تو خیال میکردی که من بهت خیانت میکنم. آره. نرگس خانم شما بگو. شما یه چیزی نگو. من سگ مصب که پاک گیت شدم. گمیشم. آره کارانا خراب کردی. برم کسفت. این دختر تای دلش رضایت نمیدادست، اما از قرار معلوم از اون باچ خورش میترسیدست. با همه این حرفا کار خود چی کردی به ما خبر داد؟ بله تفلکی شیرین. خب الحمدلله شیرین. خبش تقصیر تو بود. ای وای خاک به تو سرم کنم. یه بخی یه کاری بکن. بخی برات بیست پدر صاحبی دختره دره بود مشبه جلو همه زیر سر اون پدر سوخته اینه کی بودست دیگه. یالا بخی یه همیشون نشستی دختره کشتی بخش کن بخش کن مرد بخی تنه لش بخش کن دیگه نمیخوام ببینمت. سوار شو. نه بهت میگم سوار شو. آخه وقتی بهت میگی سوار شو دیگه حرف نزن سوار شو، ولی ممکنه بعدن پشیمون بشه. آخر تو نرگس خانم بارش چطوره؟ والا از شما چه پنهون گمونم سنگکوب کرده باشه. والا فقط دعا کن که سنگکوبش ناقص نباشه، کامل کامل باشه، که این آخر فیلمی اقلا مام دستمون به تو برشه. والا گوش کن لپ برد کن بیا جون لپ لیستم به خدا ببینم. دوست داری بریم یه خود گاز بدیم؟ یک گاز بدیم، یک گاز بدیم، گاز بده برو تو، گاز بده برو.